به خاطر تداوی با مشوره برادرها و مسئولین امارات اسلامی و یکی از کشورهای دوست و همسایه در تداوی آمدیم. ایجاد اولین پایگاه نظامی طالبان در غزه با فرماندهی حمید خراسانی. حمید خراسانی که در این اواخر با مهره سوختنی شهرت یافته بود، با انتشار چندین عکس شایعاتی منتشر شده بود که وی به دلیل ترس از طالبان فرار کرده است. اکنون که یک هفته کمتر از خارج شدن وی نمیگذرد، عکس‌های تازه از وی با نیروهای حماس در غزه منتشر شده و گفته شده که او از طرف طالبان برای فرماندهی و بسیج نیروهای افغان در غزه رفته و قرار است با ایجاد یک پایگاه نظامی علیه اسرائیل جهاد نماید. اما سوال اینجاست که او واقعا فرار کرده و یا مأمور طالبان در فلسطین می باشد. دوستان عزیز، در ادامه ویدیو راز این حقیقت مرموز را افشا خواهیم کرد، اما قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال شوید و دکمه زنگوله را بزنید و بالای کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با چینل حاشیه باکس همراه باشید. چنانچه آگاهی دارید، در این اواخر گزارش شده است که عبدالحمید خراسانی، سرباز جانبرکف طالبان، از افغانستان بیرون شده و در یکی از کشورهای خارجی رفته است. تصاویری که از او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، او را در جایی نشان می دهد که افغانستان نیست. این تصاویر واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته و خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این باور هستند که عبدالحمید خراسانی دیگر یک مهره مهم برای طالبان نبوده و خودش نیز با درک این موضوع از افغانستان فرار کرده و به کشور دیگر پناه برده است. همچنان بعضی منابع میگوید که خروج خراسانی از افغانستان یک مأموریت استخباراتی از سوی طالبان می باشد، چون اگر حاکمیت طالبان نخواهد، هیچ ویزایی برای خراسانی صادر نخواهد شد و اجازه خروج از کشور را نیز نخواهد یافت. ضمن اینکه طالب هیچ مهره بهتر از خراسانی پنشیری برای انجام مأموریت‌های جاسوسی نخواهد داشت. در همین حال به تازگی حمید خراسانی با نشر یک کلیپ تصویری به این شایعات اشاره کرده است. او در این کلیپ کوتاه چنین میگوید: هموطنان عزیز، دوستان گرامی، انشاءالله که خوب و صحت و سلامت باشید. در صفحات مجازی منافقین سر و صدای را انداختن که گویا از کشور فرار کرده باشم. من به خاطر تداوی و با مشوره برادران و مسئولین امارت اسلامی به یکی از کشورهای دوست و همسایه برای تداوی آمدم. منافقین بدانند که امارت اسلامی خانه هر مسلمان و هر مجاهد است و ما مجاهد امارت اسلامی هستیم و در صف امارت اسلامی تا اینکه زنده هستیم می باشیم و هیچ کسی نمی تواند ما را از صف امارت اسلامی بیرون کند و منافقین به این ارمانشون خود نمی رسد. ما در هر جایی که باشیم شما منافقین را سرکوب میکنیم. در صفحات مجازی منافقین سر و صدای را انداختیم گویا از کشور فرار کرده. ما به خاطر تداوی با مشوره برادرها و مسئولین امارات اسلامی و یکی از کشورهای دوست و همسایه در تداوی آمدیم. منافقین بدادند که امارات اسلامی خانه هر مسلمان و هر مجاهد است و ما مجاهد امارات اسلامی هستیم و در صف امارت اسلامی تا اینکه زنده هستیم رادی رب العالمین واشد هستیم و هیچ کسی نمیتواند که ما را از صف امارت اسلامی بیرون کند. منافقین به این آرمان شما خود نرسند. ما در هر جای که باشیم شما دنبورچی ها را سرکوب کرده میتونیم. خادم یا اقصا، زنده باد امارت اسلامی، تلدوی افغانستان. بعد از انتشار این ویدیو، اکنون تصاویر جدیدی از حمید خراسانی توسط یکی از خبرگزاری‌های فارسی زبان منتشر شده که وی را در صف نیروهای حماس در غزه نشان می‌دهد. این در حالی است که خبرهای زیادی مبنی بر اعزام نیروهای افغان در غزه وجود دارد تا آنها بر ضد اسرائیل جهاد نماید. در همین زمینه گزارش‌هایی وجود دارد که نیروهای داوطلب افغان از راه ایران و عراق و سوریه رفته و از آنجا از طریق مصر وارد غزه شده است. با وجود اینکه طالبان از فلسطین حمایت همه جانبه نموده و اما فرستادن نیرو برای مقابله با اسرائیل را شایع خواند، اکنون
حضور حمید خراسانی در صف نیروهای حماس نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهد در غزه نیروی نظامی داشته باشد و اولین پایگاه نیروهای افغان در خارج از کشور را ایجاد کند. گفته شده حمید خراسانی در این پایگاه و بسیج و اعزام نیروهای افغان کمک می‌کند و در عملیات‌های ضد اسرائیلی سهم خواهد گرفت. حمید خراسانی پیشینه دفاع از ارزش‌های زبان فارسی و ایستادگی در برابر فاشیسم قومی را در کارنامه خود دارد. در روزهای تحویل قدرت به طالبان، حمید خراسانی پرچم این گروه را بلند کرد و به طالبان پیوست. او تنها پنجشیری نامدار بود که از همتبارانش روی گردان و با طالبان یک جای شد و مدتی در فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر کار کرد و مدت هم ولسوال طالبان در پکتیا بود. حمید خراسانی به هر زبانی که سخن گفت و به هر رنگی که جامه پوشید اخلاصش را اثبات کردن نتوانست و طالبان تمام قربانیان خراسانی را نادیده گرفتند. حمید خراسانی حتی برای اثبات اخلاصش به طالبان شماری از ساکنان پنجشیر را به جرم همدستی با جبهه مقاومت بازداشت و به رژیم طالبان تحویل داد، اما هیچ کار او پیش چشم رهبران طالب را نگرفت. او در جنگ ایران و طالبان پیشمرگه طالبان شد و با ایران اعلام جنگ کرد. حمید خراسانی در یک نوار تصویری که منتشر کرده بود از برخورد تبارگرانه طالبان و عملکرد خلاف شعار این گروه ناراضی بود و گفت عملکرد تبارگرانه طالبان او را روانی ساخته است. طوری که شما در جریان هستید، حمید خراسانی یک تن از حامیان سرسخت طالبان در دره کفرشکن و تسخیر ناپذیر پنجشیر بود. بعد از مدت یک سال رابطه حمید خراسانی با گروه طالبان در پنجشیر تیره و تار شد. ایشان از پنجشیر اخراج و ممنوع الورود شد تا اینکه در صفحات مجازی اعتبار خودش را نزد حقانی و ناصر بدری نیز از دست داد. حمید خراسانی فردی بود که به عنوان چاپلوس برای گروهی تروریستی طالبان فعالیت می‌کرد و فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. او در جبهه علیه مردم خود مبارزه می‌کرد و باعث آسیب‌ها و زیان‌های زیادی برای مردم تاجیک تبار خود شد. این چاپلوس در زمان طالبان مدیر استخبارات طالبان در پنجشیر بود و برای پنجشیری، کاپیسایی و پروانه خیانت‌های بیشماری انجام داد که حتی خبرنگاران را اجازه تصویربرداری نمی‌داد و مردم پنجشیر را شکنجه می‌داد و تمام ذخیره‌گاه مهمات پنجشیر و بیشتر کادرهای نظامی را به گروه طالبان تسلیم داد. حمید خراسانی با پیوستن به طالبان با موج گسترده از انتقادهای همتبارانش مواجه شد. بسیاری از تاجک ها خراسانی را به دلیل ایستادن در صف همتبارانش شدیداً انتقاد می کند. اما خراسانی هم دلایل خود را دارد. هنوز مشخص نیست که خراسانی به صف طالبان بر می گردد و به عنوان فرمانده قطعه بدری و همچنان به عنوان پیشمرگه طالبان علیه تاجک ها می جنگد و یا اینکه بیرون رفته و دیگر به زندگی نظامی بر نمی گردد و ترجیح می دهد در جای آرام زندگی کند. از حمید خراسانی به عنوان یک آدم یاد می شود که ممکن نیست در صورت جدا شدن از طالبان او نظاره‌گر باقی بماند، بلکه او به شیوه دیگری وارد کارزار سیاست افغانستان خواهد شد. بینندگان عزیز، ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو ما را بیننده بودید. تا ویدیوی جدید دیگر، خدا نگهدار.